آمریکا به دنبال نوعی آنارشیسم جهانی است. واکنش سخنگویان دولت و وزارت خارجه به تهدید آمریکا برای توقیف نفتکش‌های ایرانی. تصویب کلیات طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی پس از حذف ماده مربوط به مسابقات ورزشی. طی نامه‌ای به مجلس مطرح شد، وزیر کشور در حوادث آبان ماه مقصر نیست. بررسی کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر 1% و تأثیر آن. بازگشت بورس به روزهای سبز رشد و بر سر صنعت گردشگری در پسا کرونا چه خواهد آمد؟ اینجا تهران، پایتخت ایران، دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1399، استودیوی چند رسانه ایرنا. من لیلا عرب صوفی به همراه همکارم علی جزایری با مرور برخی از مهمترین اخبار ساعت گذشته ایران و جهان با شما است. علی ربیعی سخنگوی دولت در جلسه امروز ضمن اعلام افزایش تعداد مناطق سفید کشور به 280 شهر گفت گزارش‌ها در ستاد ملی نشون میده که از مرحله کنترل عبور کرده و وارد فاز مهار کرونا شدیم. ربیعی در ادامه به موضوع تهدید آمریکا برای ممنوعیت عبور کشتی‌های حامل بنزین ایران به ونزوئلا پرداخت و گفت هیچ کشوری ملزم به رعایت تحریم‌های یکجانبه و دلبخواهانه آمریکا نیست و ما هم متعهد به انجام تبادل عادی با ونزوئلا هستیم. در هر صورت ما همه احتمالات را در نظر خواهیم گرفت و برای بدترین آنها آماده ایم. امروز در جلسه سخنگوی دولت موضوع حمایت دولت از بورس هم مطرح شد و ربیعی با تاکید بر اینکه بورس را باید منطقی کنیم گفت همیشه قرار نیست بورس با یک زاویه‌ای رو به بالا رشد کند. ربیعی با خطاب قرار دادن همه کسانی که دلشان برای کشور می‌سوزد توضیح داد که باید بدانیم راه حل اقتصاد کشور اینه که بتوانیم نقدینگی مردم را به سمت مجاری سالم اقتصادی هدایت کنیم. ربیعی بورس رو یکی از مصادیق حرکت سالم اقتصادی توصیف کرد و البته توضیح داد دستگاه‌هایی که سهام خودشون رو در بورس عرضه کردن از نهادهای عمومی امکان سرمایه‌گذاری جدید پیدا کردن و کسری بودجه دولت با این واگذاری‌ها از جمله واگذاری سهام ساتا یا شستا ارتباطی ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه هم در جلسه امروز خودش به موضوع تهدید آمریکا پرداخت و عواقب هر اقدام نابخردانی علیه کشتی‌های ایرانی را به عهده آمریکا دونست. سید عباس موسوی در همین رابطه گفت که تجارت آزاد بین کشورهای مستقل امری مشروعه و اونچه که نامشروعه راهزنی و مداخله در تجارت آزاد و قانونی بین کشورهای مستقله که آمریکا سردمدار این گونه کارهاست. موسوی با تاکید بر اینکه آمریکای ترامپ به دنبال برهم زدن نظم جهانی یادآور شد، آمریکا نرم‌های جهانی رو برهم زده و به دنبال نوعی آنارشیسم جهانیه که این موضوع باید برای دولت‌ها و ملت‌های دنیا زنگ خطری باشه تا از ارزش‌های جهانی و دستاوردهای بین‌المللی که مورد تاکید منشور ملل متحده دفاع کنند. او تهدید مقامات آمریکایی را بی‌شرمانه دونسته و گفته اگر آمریکایی‌ها اقدامی علیه رفت و آمد آزاد و قانونی کشتی‌های ما انجام بدن با برخورد قاطع ما مواجه میشن. اگر آمریکا از کشوری خوشش نمیاد دلیلی نمیشه مانع از مبادله قانونی میان کشورها بشه، باعث تحریم باشه و ایجاد مزاحمت‌هایی برای کشورهای دیگه بکنه. موسوی در مورد ادعای مطرح شده مبنی بر درخواست ولیعهد عربستان از نخست وزیر جدید عراق مبنی بر میانجیگری میان تهران و ریاض هم گفت مشخصاً چیزی رو دریافت نکردیم و ما هم فقط این خبر رسانه‌ای رو شنیدیم. البته سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که قبلا ایران اعلام کرده چه با میانجی و چه بی میانجی آماده گفتگو با عربستان و کاهش تنش در منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره بحران سوریه هم با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر توافق ایران و روسیه در مورد آینده بشار اسد گفت نه ما و نه هیچ کشور دیگه ای در جایگاهی نیست که برای دولت و ملت سوریه تصمیم گیری کنه.
اما تهدید آمریکا علیه نفتکش‌های ایرانی در این روزها از اونجا آغاز شد که 5 نفتکش ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی ایران عازم ونزوئلا هستند و پیش بینی میشه اواسط خرداد ماه اولین نفتکش ایرانی در بنادر کاراکاس پهلو بگیره. این نفتکش‌ها قرار بنزین ایران رو به ونزوئلا برسونن. انتشار این خبر واکنش آمریکا رو به دنبال داشت، چرا که هر دو کشور ایران و ونزوئلا از سوی آمریکا تحریم شدند. در همین رابطه یکی از مقامات ارشد دولت ترامپ روز پنجشنبه 25 اردیبهشت به خبرنگار رویترز گفته بود که آمریکا در حال بررسی اقداماتیه تا مانع از تحویل بنزین ایران به ونزوئلا بشه. گفته میشه آمریکا با فرستادن چند ناو جنگی به منطقه کارائیب میخواد مانع از تحویل بنزین ایران به ونزوئلا بشه. اما در خبری دیگر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته که طی 3 سال گذشته علی‌رغم تمام مشکلات ناخواسته مانند فیلترینگ و قطع سراسری اینترنت، حوزه ارتباطات تونسته سهم خودش رو در اقتصاد ایران 2 برابر کنه. محمد جواد آذری جهرومی این خبر رو طی یادداشتی در صفحات مجازی آورده و تاکید کرده هر وزیر و وزارتخانه یک وظیفه اقتصادی داره و مهمترینش اینه که مطابق اسناد بالادستی در رقابت با سایر حوزه‌ها بتونه سهم اقتصادی بخش تحت مدیریتش رو از اقتصاد کشور بیشتر کنه. جهرومی در این پیام باز هم پیش بینی کرده که در آینده نزدیک اقتصاد دیجیتال جایگزین اقتصاد نفتی کشور خواهد شد. او گفته این یکی از اون چیزهاییه که من میبینم و بر اساس اون میگم آینده روشنه و فناوری اطلاعات اقتصاد ایران رو متحول میکنه. وزیر جوان در ادامه کنایه هم به حذف تصویر و خبرهای مربوط به خودش در صدا و سیما زده و نوشته برخی در صدا و سیما این مسئله رو سانسور میکنن و دوست ندارن دیده بشه، اما هر چقدر هم که بدشون بیاد این یک واقعیته. روزنامه‌های سرتاسر کشور امروز و در آخرین هفته ماه مبارک رمضان از روز قدس گرفته تا سخنرانی مجازی روز گذشته رهبر معظم انقلاب برای دانشجویان رو سوژه تحلیل و بررسی خودشون قرار دادن. در ادامه مرور مهمترین عناوین روزنامه‌ها رو با هم می‌بینیم و خواهیم دید. برخی شایعه ها در هفته های اخیر درباره تبادلات تجاری میان تهران و کاراکاس سخنگوی دولت را به واکنش واداشت. علی ربیعی اعلام کرده ایران و ونزوئلا با هم معاملات بنزینی دارند. این در حالی است که دو کشور از سوی آمریکا تحریم شدند. دنیای اقتصاد در همین راستا عکس یک خود را به ربیعی اختصاص داده. شیوه مقابله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با کرونا بحث برانگیز شده است. این روزها شمار قربانیان کرونا در روسیه به سرعت در حال افزایش است و به همین دلیل فعالیت در پایتخت این کشور به کلی مختل شده. سازندگی به این جریان پرداخته. از زمانی که کرونا روی کار آمد، دانشمندان و پزشکان با داروهای مختلف تلاش کردند آن را درمان کنند. برخی از دانشمندان در چین از داروهایی که برای درمان بیماری ایدز استفاده می شود برای درمان کرونا بهره گرفتند. اما اکنون هفته صبح نوشته پزشکان ایرانی به تاثیرگذاری بالای آزیترومایسین برای کرونا پی بردند. مدتی است که خبر آمده اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر تقسیم قدرت در افغانستان با هم به توافق رسیدند. آنها در دولت پیشین هم با یکدیگر توافق کرده بودند. اعتماد در همین راستا تصویر این دو نفر را روی جلد خود آورده. 2 سالی می شود که موزه هنرهای معاصر به دلیل مرمت و بازسازی زیربنایی به روی علاقمندان بسته شده، اما حالا مدیر کل هنرهای تجسمی به ایران گفته این موزه تا پایان تابستان بازگشایی خواهد شد. کیهان امروز هم سخنان رهبر انقلاب خطاب به دانشجویان را تیتر یک خود کرده و از دغدغه های رهبری در دانشگاه ها نوشته. شرق از نیازهای دارویی و واردات دارو به کشور نوشته و تخصیص ارز برای واردات دارو را محل بحث و بررسی قرار داده. لیگ آلمان کار خود را آغاز کرده. شهروند به این بهانه از تماشای تلویزیونی بوندسلیگا در سرتاسر جهان نوشته. روز قدس نزدیک است. وطن امروز به این بهانه مروری داشته بر کارنامه موسیقی ایران پیرامون فلسطین.
کارلوس کیروش، سرمربی سابق تیم ملی ایران و سرمربی فعلی تیم ملی کولومبیا، گفته بعد از کرونا به ایران می آید. خبر ورزشی از دلتنگی این مربی برای ستاره های خود نوشته. ایران ورزشی هم به گلایه شجاع خلیلزاده از فوتبال دوستان پرداخته که با توجه به وضعیت فوتبال ایران و وضعیت خارجی ها نسبت به ما چندان بی ربط به نظر نمی آید. امروز مجلس شورای اسلامی جلسه داشت و در این جلسه طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی با اکثریت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح دو فوریتی که روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شده بود، هیچ مخالفی نداشت و در 16 ماده به تصویب رسید. در حاشیه این طرح اما بند جنجال ساز این طرح که مربوط به ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بود، از متن اون حذف شد. نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود در آخرین بررسی کمیسیون بنابر پیشنهاد و درخواست وزارت ورزش بند مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد. زنوری هم که خودش طراح اصلی این طرح و ریاست کمیسیون امنیت ملی رو بر عهده داره، از توافق وزارت ورزش و اعضای کمیسیون امنیت ملی برای حذف این بند خبر داد. ارائه کنندگان این طرح به دنبال تدوین قانونی هستند که به گفته اونها به چارچوبی برای اقدامات متقابل ایران علیه رژیم صهیونیستی تبدیل بشه. سمیه لاری خبرنگار حوزه مجلس ایران روی خط برنامه با ما هست تا گزارشی را از دیگر تحولات امروز مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. خانم لاری سلام، امروز در مجلس چه خبر بود؟ سلام، ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما. امروز نماینده ها در مهمترین دستور خودشون کلیات و جزئیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی رو با اکثریت آرا و بدون مخالف تصویب کردن. بر اساس مهمترین مواد این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت خارجه را مکلف کردند ظرف 6 ماه از تصویب این طرح مقدمات لازم برای تشکیل سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فلسطین را به صورت مجازی فراهم و نتیجه را پس از تصویب تقدیم هیئت رئیسه مجلس کنند. همچنین بر اساس مصوبه دیگر این طرح، سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع شد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه 5 و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت 2 تا 5 سال محروم می شود. همچنین مراوده و ارتباط غیر اتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب مجازات حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود. نماینده های مجلس امروز یه دستور مهم دیگه هم که داشتن، قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره سانحه سقوط هواپیمای تهران یاسوج بود. هواپیمای تهران یاسوج 29 بهمن 1396 سقوط کرد و 65 نفر از هموطنانمون جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس گزارش مجلس مشخص شد که زنجیره ای از تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها باعث این حادثه شده و گروه پروازی در بروز این سانحه سهم ناچیزی داشتن. یکی دیگر از مهمترین مصوبات امروز مجلس تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بر اساس اون بانک مرکزی مکلف شد ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز اقدام کنه. آخرین مصوبه ای که امروز مجلسی ها داشتن همین بود. یه نامه ای بودش که امروز سخنگوی وزارت کشور خطاب به علی مطهری در مجلس قرائت کرد که این نامه این هسته. سخنگوی وزارت کشور در نامه ای به نمایندگان مجلس ضمن اشاره به مستندات کمیسیون اصل 90 قانون اساسی
درباره حوادث آبان 98 گفت از علی مطهری میخواهم مدارک و اسناد مستند ادعای خود را ارائه کند. در غیر این صورت به منظور سیانت از خدمات و زحمات خدمتگزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی این موضوع هستم. ماجرا به اینجا برمیگرده که علی مطهری نماینده تهران هفته گذشته نطقی داشت که در اون نطق وزیر کشور مقصر حوادث آبان ماه دانسته بود. از این رو امروز وزارت کشور به این نطق علی مطهری واکنش نشون داد. تشکر میکنم از شما. سمیه لاری بود، خبرنگار ایرنا در امور مجلس. اما خبر مهم دیگری که امروز در مجلس اتفاق افتاد، قرائت نامه وزارت کشور در پاسخ به ادعای علی مطهری نماینده مردم تهران در مقصر دونستن وزارت کشور در حوادث آبان ماه سال گذشته بود. در این نامه وزارت کشور مدعی شده که در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی از طرق مختلف و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظارت بر عملکرد وزارت کشور و بررسی اقدامات این وزارتخانه را در دستور کار خود قرار داده. در ادامه این نامه با اشاره به طرح موضوع استیضاح وزیر کشور از سوی برخی نمایندگان آمده که جلسات متعددی در این باره برگزار شد و سپس با ارجاع استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، این استیضاح در دو جلسه کمیسیون در تاریخ‌های 19 و 25 آذر ماه بررسی شد که وزیر کشور و جمعی از نمایندگان خواستار استیضاح در این جلسه حضور داشتند. در پایان طرح استیضاح از حد نصاب قانونی افتاد. در ادامه این نامه سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور خطاب به مجلس آمده که در نهایت پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور در جلسات فوق مشخص شد واقعیت کاملا مغایر با ادعای آقای علی مطهری است. در قسمت دیگری از نامه آمده که ادعای آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است. بنابراین از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواسته شده او مدارک و اسناد مستند ادعای خود را ارائه کند. در غیر این صورت وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهد بود. علی مطهری در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی طی نطق سالانه خود مدعی شده بود که وزیر کشور در حوادث آبان ماه سال 1398 مقصر بوده و علی لاریجانی ریاست مجلس مانع از پیگیری طرح استیضاح وی شده بود. مطهری تأکید کرده بود که تعداد امضای طرح استیضاح وزیر هیچگاه از حد نصاب نیفتاده بود. در روزهای گذشته خبر مهمی در رسانه‌ها منتشر شد که در میان اخبار کرونایی کمتر دیده شد. خبر کاهش نرخ رشد جمعیت کشور به زیر 1%. همکارم ریحانه تهرانی در گزارشی خودش به این خبر پرداخته که با هم می‌بینیم. جمعیت ایران در دهه‌های گذشته سیاست‌های متفاوتی را تجربه کرده و حالا یک اتفاق عجیب افتاده. امسال برای اولین بار نرخ رشد جمعیت کشور به زیر 1% رسیده است. کاهش جمعیت جوان در هر کشور بحران است و در بلند مدت به ضرر جامعه خواهد بود. اما چه بر سر رشد و کاهش جمعیت ایران آمده؟ اولین بار سال 1345 بود که سیاست‌های تنظیم خانواده در ایران پا گرفت و ایران حتی بیانیه‌ای در زمینه جمعیت امضا کرد و به سازمان ملل داد. با این وجود، سیاست کنترل جمعیت در دوره پهلوی علارغم تبلیغات از سوی مردم جدی گرفته نشد. در سالهای اول انقلاب هم این سیاست به فراموشی سپرده شد و البته جنگ تحمیلی را هم در این میان نباید نادیده گرفت. در آن سالها تصور می شد که جمعیت زیادی را در جنگ از دست داده ایم و این جمعیت باید با فرزندآوری بیشتر جایگزین شود و سیاستهایی مثل کوپن خانواده ها را به افزایش تعداد فرزندان تشویق می کرد. نتیجه این افزایش جمعیت این شد که در اولین سرشماری پس از انقلاب نرخ رشد جمعیت به 4% رسید. در واقع اگر این روند ادامه پیدا می کرد تا سال 1385
جمعیت کشور به 100 و در سال 1405 به 200 میلیون نفر میرسید. بنابراین از اوایل دهه 70 سیاست کاهش نرخ رشد جمعیت با شعار معروف فرزند کمتر زندگی بهتر وارد میدان شد. در سطح خانواده ها هم این فرهنگ جا افتاد که با فرزند کمتر به امکانات بهتری خواهند رسید و به دنبال آن نرخ رشد جمعیت به طور محسوسی کم شد، تا جایی که این کاهش با شروع دهه 90 از پیشبینی ها هم جلو زد و باز هم باعث ایجاد نگرانی شد. حالا دوباره نوبت سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری رسیده بود. بنابراین همه دستگاه‌های کشور بسیج شدند تا این نرخ رشد جمعیت را به روزهای اوج خود برسانند. اما به نظر می‌رسد سیاست‌های ترویجی اثرگذار نبودند و این روند کاهشی ادامه پیدا کرد تا جایی که امروز نرخ رشد جمعیت به زیر 1% رسیده و هشدار یک جامعه پیر در آینده را می‌دهد. سید میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در واکنش به این آمار می‌گوید باید توجه داشت که مهمترین نیروی محرک جامعه نیروی انسانی است و این نکته در همه دوره‌ها و در تمامی جوامع صادق است. تمام لوازم و بسترهایی که برای کنترل یا در متعادل نگه داشتن نرخ رشد جمعیت لازم است، اینا باید در درجه اول اولویت قرار بگیره. تحولات جمعیتی و سوق دادن تحولات جمعیتی مسئله مکانیکی نیست، بلکه مسئله است که نیازمند بسترهای لازم هست که جمعیت خود به خود پویایی خودش رو نشون بده. حالا باید دید چرا این تبلیغات نتیجه مطلوب نداشته و باعث رشد جمعیت نشده. مثلا جمعیتی مسائل نیستن که از نوع دستوری باشن، یعنی ما به خانواده ها رو نمیتونیم مجبور کنیم. شما الا ولابد مثلا در سال 99 اگر شما یه بچه دارید حتما ما دو بچه داشته باشید. اینجا میتوان گفت که بله، ما میتونیم با دادن فکر عقلانی به خانواده اون رو وادار کنیم به چی؟ وادار کنیم به عقلانی فکر کردن که آیا در شرایط موجود برای ما یه بچه کافیه، دو بچه کافیه، سه بچه کافیه، درسته؟ اما در شرایط دیگه ما نمیتونیم خانواده رو مجبور کنیم که در شرایط موجود اقتصادی آینده نگری که در پیش رو داریم اینا رو اگر ما در نظر بگیریم، شما حتما باید این وظیفه حکومتی رو باید به انجام برسونی و دو تا بچه رو بکنی سه تا بچه. سیاست‌های جمعیتی وابسته به بلوغ عقلانیت خانواده در هر جامعه است و بنابراین لازم است از برخورد احساسی با این سیاست‌ها دوری شود و با سنجش همه جانبه تمام مسائل در یک مجموعه به نتیجه مطلوب رسید. رونمایی از وصیت جهان پهلوان تختی در سالروز تأسیس موزه ملی ورزش. نخستین موزه ملی ورزش، المپیک و پاراولمپیک که 31 اردیبهشت سال گذشته با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در محل کمیته ملی المپیک افتتاح شده بود، امروز و در نخستین سالروز تأسیس شاهد رونمایی از وصیت‌نامه جهان پهلوان غلامرضا تختی و تندیس برخی قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی بود. استاد تقی عسکری دارنده نخستین مدال تاریخی و پدر شیرجه ایران، محمد نصیری دارنده 3 مدال بازی‌های المپیک و محمد رضا زهتاب پیشکسوت وزنه برداری از جمله تندیس‌های رونمایی شده بودند. در ضمن برخی فدراسیون‌ها هم آثار ارزشمند خود را به این موزه اهدا کردند. تا کنون 3000 اثر در این گنجینه جمع‌آوری و 90% اشیا ثبت شدند و برای آنها شناسنامه صادر شده. طرح تعویض 1 میلیون کولر گازی فرسوده با کولرهای با بازده بالا هم از اواخر امسال اجرایی میشه.
این خبر جالب برای هواداران محیط زیست کشور رو مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفته. او توضیح داده طبق مصوبه طرح تعویض 1 میلیون کولر گازی که پارسال از سوی شورای اقتصاد مصوب و برای اجرا ابلاغ شده بود، پیش بینی شده نیمه دوم امسال پیمانکاران اجرا کننده طرح انتخاب شده و مقدمات اجرای کار فراهم بشه. وی در ادامه خبر داد که انتخاب سازندگان داخلی کولرهای گازی با پربازده و کم مصرف بر اساس استانداردهای مد نظر هم از نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد. مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز طرح جایگزینی 1 میلیون کولر گازی فرسوده با کولرهای گازی راندمان بالا در شهرستانهایی که دارای تعرفه برق مناطق گرمسیره 1 هستند از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دی ماه پارسال ابلاغ شد. امروز روز خوبی برای بازار بورس بود و شاخص ها مجددا به روند مثبت برگشت و در نزدیکی مرز 1 میلیون واحد متوقف شد. در همین رابطه حمید مرتضی کوشکی همراه ماست تا آخرین تحولات بازار بورس رو بررسی کنیم. آقای کوشکی سلام عرض می کنم. سلام و وقت بخیر خدمت شما و همراهان عزیز و گرامیتون. روزتون بخیر. آقای کوشکی روند مثبت امروز بازار قابل پیش بینی بود؟ قابلیت پیش بینی بودن بازار، حالا بگیم که بعد از این چند روزی که یک کمی تشنجات تو بحث فروش بالا رفت و شاخص این که تونست عدد 1 میلیون رو بشکنه به سمت بالا ولی مجدد برگشتد، کاملا طبیعی بود با توجه به این که متاسفانه حالا یک سری افرادی توی بازار که افراد غیر کارشناس هستن، برای عموم مردم یک سری سیگنال های منفی رو صادر کرده بودن مبنی بر حبابی بودن بازار و این موضوع تنش رو در بازار سرمایه افزایش داد. ولی این که ما بگیم که خب بازار مدام باید صعودی میشد یک کمی غیر ممکن بود و این اصلاح جزئی بازار سرمایه هم کاملا طبیعی بود، ولی به این دلیل که در کنار، یعنی در لبه مرز 1 میلیون این اتفاق افتاد، باعث حرکت توده‌ای در بازار سرمایه بود این یکی دو روز که فشار سنگینی روی بازار قرار گرفت. اما با این حال به این دلیل که مفروضاتی که باعث رشد بازار تا به امروز شدن نه تنها تغییری نکردن بلکه از جمله نرخ دلار داره تقویت هم میشه، بنابراین قابل پیش بینی بود که این یک اصلاح جزئیه و روند مثبت رو ما ادامه خواهیم داد و انشالله تو یکی دو روز آینده از مرز 1 میلیون مجدد عبور خواهیم کرد. آقای کوشکی فکر کنید این روند تا چه زمان ادامه پیدا بکنه؟ ببینید این روند تا، ببینید ما پتانسیل رشد بازارمون توسط نرخ ارز تعیین میشه. جدای از این، با توجه به اینکه بخش مهمی از بازار سرمایه ما وابسته به بازارهای جهانیه و این پتانسیل در بازار جهانی دیده میشه که نرخ‌های جهانی هم مجدد صعودی بشن، ترکیب نرخ جهانی بالا با نرخ دلار بالاتر باعث میشه که سوداوری شرکت‌های بزرگ ما مجدد روند صعودی پیدا بکنه. درسته کرونا و اثر اون روی اقتصادهای جهان و حتی اقتصاد داخلی در یک روند کوتاه مدت باعث گزارش‌های ضعیف میشه، ولی ما نگرشمون در بازار سرمایه نگرش یک روز دو روز نیست و ما همیشه آینده رو می‌خریم. وقتی که ما به این آینده بخوایم توجه بکنیم، همه مفروضات بنیادی یک طرف، نگرش صحیح دولت و حمایت اون نه در راستای افزایش قیمت بلکه در راستای اینکه بازار سرمایه یک بازار بسیار خوب برای تقویت اقتصاده، همه اینها فاکتورهای مثبتی هستند که ما تصورمونه که بازار سرمایه رو همچنان صعودی نگه دارن. ولی خب این اصلاحات جزئی مثل کوهنوردی میمونه که نمیتونه یک نفس این کوه رو صعود بکنه و یک جایی باید نفس گیری بکنه. درسته. آقای کوشکی ممنونم اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. سلامت باشین، خسته نباشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. امروز 18 می روز جهانی موزه هاست. موزه ها و موزه داران امسال در حالی به استقبال این روز رفتن که صنعت گردشگری در حال تجربه روزهای بی سابقه در طول حیات خودش هست. نه تنها موزه ها که تقریبا تمامی اجزای زنجیره گردشگری پس از شیوع ویروس کرونا به طور کامل تعطیل شدند و مشخص نیست چه زمانی و به چه شیوهی مجددا فعال خواهند شد. همکارم نگار اکبری در این گزارش به این موضوع پرداخته. ما هم ببینیم.
تعطیلات ژانویه 2020 شروع نشده بود که سونامی سهمگین کرونا از شهر ووهان در چین، یکی از کشورهای بزرگ توریست پذیر جهان، آغاز شد. کرونا به هر شهری که رسید، محدودیت در تردد، قرنطینه و تعطیلی اماکن گردشگری و مراکز تفریحی و اقامتی ایجاد کرد و خدمات سفر و گردشگری از نخستین مشاغلی بود که بلافاصله با شیوع کووید 19 کاملا تعطیل شد. اکنون اقتصاد گردشگری خطر سقوط و فروپاشی را تجربه می‌کند. تقریباً 100 میلیون شغل در بخش گردشگری و سفر حذف شدند و یا به زودی نابود خواهند شد. انتظار می‌رود نه تنها هم اکنون بلکه در پسا کرونا و تا چندین سال سفر و گردشگری دچار تغییرات اساسی و بنیادین شود. این روزها مردم و مسافران هر روز و هر ساعت شرایط جهانی را رصد می کنند تا برای کوچکترین جابجایی های خود برنامه ریزی کنند. اما فعلا راهی جز در خانه بمانید وجود ندارد. اما در پسا کرونا مردم می خواهند علاوه بر هزینه و زمان سفر خود، همه چیز را درباره امنیت و ایمنی خود در برابر بیماری کرونا در طول سفر، چه در وسایل نقلیه و چه در محل‌های اقامت خود بدانند و از تضمین آن مطمئن باشند. احتمالاً مسافران در آینده به مسائل حفظ حریم‌های شخصی و فاصله گذاری و پاکیزگی حساس‌تر و دقیق‌تر می‌شوند، که البته شاید منجر به افزایش هزینه‌های سفر هم بشود. شاید در پسا کرونا با توجه به شرایط رکود اقتصادی تحمیل شده از سوی کرونا، سهم سفر در سبد خانواده کمی کوچکتر شود. برنامه ها و خدمات گردشگری هم دچار تغییر و تحولات عمیقی شوند و حتی شاهد یک بازبینی جدید در قوانین از سوی سازمان جهانی گردشگری باشند. تورهای گردشگری کوچکتر، کم تعدادتر و خانوادگی تر از محتمل ترین این تغییرات هستند و اینکه گردشگران ترجیح بدهند تا به مکانهای جذاب کمتر دیده شده و خلوتتر بروند. اما با همه این اوصاف، سفر همواره در خیال و تصور مردم جاری هست و خواهد بود. سفر رویا و امیدی است که انسانها حتی در شرایط سخت بیماری، جنگ و حتی فقر هم به آن فکر می‌کنند. نمی‌توان تصور کرد در پسا کرونا مسافرت با هر هدفی و نیازی برای مدت‌های طولانی ممنوع باقی بماند. اما با تمام این اوصاف باید منتظر ماند و دید گردشگری در پسا کرونا چگونه راه خود را باز می‌کند و به چه شکلی خود را از زیر خروارها ویرانه ضرر اقتصادی و روانی نجات داده و مجدد روی پای خود استوار می‌ایستد. همونطور که در گزارش دیدیم، چگونگی صنعت گردشگری در پسا کرونا دغدغه تمامی فعالان این عرصه و دوستداران سفره. در همین رابطه امیدرضا کاظمی، فعال با سابقه حوزه گردشگری و کارشناس مهمان نوازی، امروز در این برنامه اینجا مهمان تصویری برنامه ما هست تا در این موضوع کمی با هم گفتگو داشته باشیم. آقای کاظمی سلام، به نظر شما چه استراتژی هایی برای تحولات پسا کرونا در صنعت گردشگری در ایران و در جهان باید انجام بشه و اجرا بشه؟ درود فراوان، عرض ادب، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. گزارش فکر کنم گزارش خیلی جامع و خوبی بود. خیلی نکاتی که اشاره شده بود در واقع نکاتی بود که در واقع هم دغدغه است و هم به هر حال بر اساس همه این سوال‌ها راه حل‌هاش هم شاید بهش فکر میشه و دیده میشه. قطعاً دغدغه و چالش بهداشتی و سلامت دیگر از امروز یکی از چالش‌های تمامی گردشگران و مهمانان در حوزه‌های مختلف این صنعت خواهد بود و به طبع ما نوعی انتظار و رفتار جدید رو در صنعت گردشگری در پسا کرونا شاهدش هستیم. قطعا همه می‌دونیم که گردشگری یکی از جدی‌ترین و مهمترین آسیب‌ها رو به خاطر شیوع کرونا در کل دنیا متحمل شد و یکی از به حال خصوصیت های گردشگری هم این چالش ها و این حساسیتش هست. به طب خیلی هم امیدواری برای ریکاوری و بهبود شرایط در صنعت گردشگری پیچیده تر و سخت تر هستش. به مراتب این بحث فاصله گذاری اجتماعی و این فاصله هایی که در مقاصد گردشگری با توجه به پروتکل‌های بهداشتی تاکید شده از به حال از امروز
پر اهمیتر و به پر رنگتر میشه. و از جهت دیگه خب قطعا تغییر رفتار گردشگر موجب میشه که مقاصد گردشگری و تمامی واحدهایی که در این صنعت در کلی کشورها فعالیت میکنن در راستای به هر حال پاسخگویی بهینه به این دغدغه ها و نیاز ها باشن. به این دلیل که به هر حال گردشگر امروز یک بحرانی رو سپری کرده و خب قطعا درصدی از کل جمعیت دنیا درگیر و مبتلا به این بیماری شدن و حساسیت از امروز به بعد حساسیت ایمنی و امنیت هست. یعنی به هر حال کرونا یک موزلی که به هر حال به وجود آوردش این بود که نوع دیدگاه تک تک انسان‌ها نسبت به زندگی و شیوه زندگیشون تغییر میکنه و سفر هم به عنوان یکی از این شیوه ها کاملا تحت تاثیر این مسئله و مبحث قرار داره. سازمان جهانی گردشگری پروتکل هایی رو با در واقع بسته حمایتی رو به تدوین کرده در راستای این همسانسازی هدف ها، ابلاغ کرده به سازمان هایی که در واقع اداراتی که در کشورها مستقر هستن و در راستای در واقع بحث پیشرفت و پیشبرد مباحث پایداری این رو همسو کرده با مبحث در حال کرونا و گردشگری پسا کرونا. حالا امیدوارم تا اینجا کافی باشه، در خدمتتون باز هستم. خواهش میکنم. در خصوص تغییر رفتار در واقع مسافر یا گردشگر برای ما گفتید، تغییر رفتار مسافر ایرانی رو شما چطور ارزیابی میکنید در دوره پسا کرونا؟ ببینید خب قطعا مبحثی که وجود داره، ما معمولا حالا وضعیت کرونا رو خیلی شبیه به واقعا بدن انسان و به هر حال خود این بیماری میبینیم. تمامی ذهنیت همه ما تحت تاثیر این بیماری مدت‌ها محدود شده و بسته شده و دائما این استرس رو ما تک تکمون تحمل کردیم که چه اتفاقی قراره بیفته بعد از به هر حال کرونا. و خواهی نخواهی مباحثی که به سلامت ما برمیگرده به عنوان یکی از اصلی ترین مباحث در سلسله نیازها که به امنیت در واقع مرتبط میشه از حساسیت خیلی بالایی برخوردار هست. دیگه تک تک ما داریم به رعایت نکات بهداشتی بیشتر توجه میکنیم و قطعا در خدماتی که میخواییم بگیریم این مبحث رو بیشتر بهش حساسیت نشون میدیم. خواهی نخواهی کوچکترین نشانه از عدم توجه به این مسئله یک زنگ خطری برای کلیه خدمات، کلیه دو صنایع محسوب میشه، به خصوص صنایع خدماتی و صنعت گردشگری هم به تبع یکی از این صنایع به حساب میاد. این مبحث موجب میشه که ما از امروز با یک گروه هدف حساس‌تری مواجه باشیم. یعنی فعلا در حد گردشگری داخلی صحبت میکنیم و هممیهنانمون که به عنوان مخاطبان گردشگری داخلی اصلا در این مرحله باهاشون مواجه هستیم و همونطور که میدونید تقریبا حداقل برای مبحث هتلداری داخلی 41% از گردشگران و مهمانان هتل‌ها گردشگران داخلی به صورت میانگین در طول سال هستند و خب این در واقع تعداد کمی هم نیست. پس رعایت این پروتکل ها به دلیل این ارتباطات انسانی که خدمات رو تعریف میکنه خواهی نخواهی متمایل میشه به نیازهایی که گردشگر از امروز با حساسیت بهداشتی خواهد داشت و کوچکترین رفتار، ارتباطات و موارث اینچنینی بسیار بحرانی از نگاه گردشگران و مسافران دیده میشه. در هتل ها و موارد اینچنینی رعایت تک تک اینها که حالا تو بحث بازاریابی ما به عنوان نقاط تماس میبینیم معنیش به مراتب پررنگتر میشه. ساعتهای در واقع تخلیه و در واقع دریافت اتاقها، افرادی که ما باهاشون در تماس هستیم، پوشش اونها، رفتار اونها، نحوه به هر حال ارتباط اونها، فاصله‌ای که با ما میگیرن و ارتباط و فواصلی که در کافه ها، رستوران ها و هتل ها ما در کنار دیگر گردشگران و دیگر مسافران داریم. تمامی موارد از امروز اهمیتشون چند برابر میشه و قطعا تغییر این نیازها تغییر رفتار رو شامل میشه
و این تغییر رفتار مساوی با برنامه ریزی جدیدی در راستای جوابگویی به نیازهای جدید و حساس گردشگران خواهد شد. آیا برنامه ریزی جدیدی در واقع انجام شده که ببینیم چه تدابیر اجرایی مشخصا وجود داره، به خصوص با توجه به حوزه در واقع تخصصی خود شما که خب تو شبکه‌های مجازی هم در حوزه مهمان نوازی، رستوران و هتل داری می نویسید؟ عرضم به حضور شما، واقعیت اینه که هنوز ما با پیامدهای پسا کرونا به خوبی آشنا نیستیم، یعنی هنوز نمیتونیم به جد و به قطع بگیم که کرونا به پایان رسیده. هنوز همه ما نگران موج دوم کرونا هستیم و به تبع داریم با یک احتیاطی به سمت بازگشایی خدماتمون در حوزه کافه، رستوران و هتل میریم. قطعا یکی از مهمترین موارد و موارد درسته. تشکر میکنم از مجدد ارتباطمون برقرار شد. آقای کاظمی صدای من رو دارید؟ من صدای شما رو دارم. بله، چند لحظه متاسفانه وقفه ایجاد شد در فرمایشاتتون، اگر که مجدد برای ما تکرار کنید تشکر میکنم. خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، خواهی نخواهی متناسب با پروتکل هایی که از طرف وزارت بهداشت و وزارت گردشگری به واحدهای خدماتی در حوزه گردشگری ارائه شده، قطعا ما از امروز در واقع متناسب با تمامی اون دغدغه ها برنامه ریزی هایی کردیم، ولیکن هنوز هیچ کنم از مجموعه ها در واقع اونطوری که باید زیر بار نرفتن، چون تقریبا این نسبت مجوز برای اقامت به صورت قطعی صادر نشده در تمامی استان ها. تقریبا از 28 به دقیقا دیروز به بعد کمی شاهد در واقع بحث رزرواسیون و اقامت هستیم، ولیکن من فکر میکنم این مبحث متناسب با تمامی این مواردی که خدمتون عرض کردم به مراتب با بازخوردها روبرو خواهیم شد و متناسب با پروتکل هایی که در حوزه سلامت و به حال امنیت خاطر گردشگران و مهمانان هستش، هم در حوزه هتل هم رستوران و هم کافه خدمات تعریف میشه و ارائه میشه. ولی به تبع مطالعاتی که از امروز در حوزه گردشگری داره انجام میشه متناسب با شرایط جدیده، یعنی گردشگری امروز با یک رویکرد جدیدی مواجه هست که نگاه حساستر، درستر و به موقعتری رو میطلبه، ولیکن این نوع نگاه بدون حمایت درست و به موقع دولت و بخشای به حال مرتبط تقریبا میتونم بگم بی نتیجه است. چون همونطور که حالا اوایل عرایزم خدمتتون عرض کردم، صنعت گردشگری و به حال تمامی خدمات وابسته به این صنعت آسیب بسیار جدی دیدن. ما متاسفانه شاهد تعطیلی کافه ها و رستوران های بسیار زیادی در شهرهای بزرگمون به خصوص هستیم که این قطعا لایف استایل و شیوه زندگی شهری ما رو تحت تاثیر قرار میده، و از اون طرف زیرساخت های اقامتی ما هم با محدودیت فعالیت های خودشون روبرو هستن، و خب به هر حال چالش از دست دادن سرمایه انسانی هم در این حوزه تا بله. به امروز. جناب کاظمی، به عنوان سوال آخر، ما وقت زیادی نداریم، لطفاً کوتاه بفرمایید. در این وضعیت نامعلوم قرار گرفتیم و شما جزئیاتی رو ازش گفتید، پیش بینی شما برای آینده گردشگری حالا جهان و مشخصاً ایران چی هست؟ آیا صنعت گردشگری احیا میشه؟ قطعاً ما شاهد احیا شدن این صنعت هستیم، ولی همینطور که ما اینقدر ضربه به حال سختی رو شاهد بودیم، این احیا نیاز به زمان و نیاز به صبر بیشتر و حمایت بیشتر داره. ما قطعاً پیشبینی که در حال حاضر میشه اینه که گردشگری داخلی اهمیتش روز به روز نسبت به گردشگری بین‌المللی و گردشگرهای ورودی بیشتر خواهد بود، و به هر حال توجه به گردشگری پایدار و گردشگری بومی اهمیتش چند برابر میشه، که شکر خدا حالا یه جزء مباحثی هست که در سالهای اخیر به هر حال هم فعالین و هم دولت به مبحث بیشتر پرداخته. من فکر میکنم در واقع راه نجات ما هم در پرداختن به همین مباحث و داشته های بومیمون هست، که تمرکز بر اونها و تقویت دارایی های این حوزه مساوی با به هر حال رویکرد قدرتمندانه تری در آینده در این حوزه برای ما خواهد.
تشکر میکنم. امید رضا کاظمی با ما بود، فعال حوزه گردشگری و کارشناس حوزه مهمان نوازی. امروز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه طبق روال این بخش خبری مروری خواهیم داشت بر فضای توییتر. فضای توییتر سرشار از سوژه‌های متنوعی بود که من به اختصار و گزیده بخش‌هایی از اونها را در این بخش خبری باهاتون به اشتراک می‌ذارم. استفاده از ماسک و دستکش از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا محل بحث بود. افشین شاعری در این باره نوشته: دو ماه پیش که ماسک نبود، صدا و سیما تو خیابون از مردم مصاحبه می‌گرفت و می‌پرسید چرا ماسک زدید؟ مگه نمی‌دونید ماسک زدن برای همه لازم نیست؟ حالا مصاحبه خیابونی میکنن و میپرسن چرا ماسک نزدید. فرهاد فخرآبادی هم از پیشبینی های پسا کرونایی نوشته: هنوز کرونا تموم نشده، اما کتاب پسا کرونا وارد بازار شده. حمید امیرعلی هم خبر جالبی از نیوزلند رو توییت کرده. پیش خدمت یک رستوران در ولینگتون به علت عدم رزرو قبلی و پر شدن ظرفیت رستوران به خاطر محدودیت ناشی از کرونا استثناء قائل نشده و جاسین دا آردن نخست وزیر نیوزلند رو به رستوران راه نداد. زهرا کشوری رشته توییتی زده و از جنگل سوزی ها با گرم شدن هوا گفته و نوشته: برای خاموشی جنگل ها نیاز به بالگرد آب پاش هست، اما وزارت دفاع بالگرد نمیده، چون 30 میلیارد تومان طلب بالگرد ها رو از آتش سوزی های قبلی به این وزارت خونه پرداخت نشده و بدهکار هست. فرمانده یگان منابع طبیعی عدم پرداخت بدهی رو ناشی از عدم همکاری و کارشکنی برنامه و بودجه میدونه. اما صدرا محقق دو فیلم جذاب در پیج خودش منتشر کرده و برای فیلم اول نوشته: خرس قهوه‌ای و توله هایش، پارک ملی گلستان، اردیبهشت 99. صدرا در توضیح فیلم دوم هم نوشته: میشه اوریال و بره هایش، پارک ملی گلستان، اردیبهشت 99، هر دو فیلم از محیطبان جعفر پناهپور. صفحه نجات کارون فیلمی رو منتشر کرده که نشون میده رود کارون خشک شده و نوشته: وضعیت اسفناک رودخانه کارون، رودخانه‌ای که روزگاری از اون کشتی عبور میکرد و عرض اون چندین برابر عرض فعلی بود، ولی الان تبدیل به جوی فاضلاب شده. اما در کمال تأسف هنوز طرحهای انتقال آب و سدسازی برای نابودی تهمانده آن توسط مافیای آب در حال اجراست. اما آزاده مختاری به دغدغه این روزهای پایتخت نشینان پرداخته. شهرداری میگه طرح ترافیک اجرا میشه به زودی. استانداری میگه طرح ترافیک اجرا نمیشه به زودی. ستاد ملی مبارزه با کرونا میگه طرح ترافیک اجرا نمیشه به زودی. شهرداری دوباره تاکید میکنه طرح ترافیک اجرا میشه بعد از عید فطر. یعنی از صبح همینطور میگن اجرا میشه، اجرا نمیشه. اما این روزها صحبت‌های حجت الاسلام میرباقری، عضو مجلس خبرگان، درباره علت و منبع ویروس کرونا هم خیلی در فضای مجازی دست به دست شده. حسین کیانی یکی از این فیلم‌ها رو منتشر کرده و بخشی از اون صحبت‌ها رو کار کرده. سالانه چند میلیون نفر با بیماری قند فوت می‌کنن، اما هیچ شیرینی فروشی تعطیل نمیشه. چطور شده که برای کرونا 5 میلیارد قرنطینه می‌کنن؟ این علامت توطئه‌ای بزرگ در پشت صحنه است. در آخر هم یک علامت تعجب گذاشته. اما بازار مسکن با وجود تعطیلی و قرنطینه و رکود، به خاطر وجود بعضی دلالان با افزایش قیمت وحشتناکی روبرو شده. ناصر قزنفری در این باره نوشته: در قوقای کرونا و تحریم، بساز بفروش‌ها و مشاوران بنگاه‌های مسکن در حال افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و خانه هستند. فریادرسی هم نیست. علیرضا مرادی هم در این باره نوشته: 10 روز پیش قصد کردیم خونه رو عوض کنیم. یه جا رو دیدیم گذاشته بود متری 29 میلیون. خواستیم بریم ببینیم، گفت به خاطر ماجرای کرونا بزنین هفته دیگه که خالی شد بیان ببینید. هفته بعد خالی نکرده بودن، ولی گفتن قیمت شده متری 34 میلیون. دیروز خالی شد، رفتیم دیدیم، گفتن کمتر از 39 نمیدم. چنانچه مایلید توییتاتون در این بخش خبری منعکس بشه، با هشتگ ایرنا 24 توییتاتون رو منتشر کنید. با بخش خبری ایرنا 24 همراه ما بودید. ما تلاش کردیم تا در این بخش خبری برخی از مهمترین وقایع ساعات گذشته ایران و جهان رو با شما مرور کنیم. فردا
سه‌شنبه رأس ساعت 5:30 عصر با مرور مهمترین اخبار روز همراه باشید.